رضا جان، رضا، رضا، رضا جان، میخوای بذاریم یه وقت دیگه؟ یه سال نخوندن این گرفتاری ها هم داره دیگه. آماده ای؟ به جون ستاره ها عزیزتر از کشامی هر جا هستی و خوش تو عبر صدات اصلا سر حال نیست رضا جان، بذاریم یه شب دیگه.
جواب نمیدین؟ شاید آقای مدیر باشن. آقای مدیر به شماره ویژه زنگ میزنن. همه یه قراراشون با 3 ساعت تاخیر برگزار میشه؟ چیزی که زیاده وقته دخترم. من از 2 ماه پیش باهاتون هماهنگ کرده بودم، مگه ما امروز قرار مصاحبه نداشتیم؟ داشتیم. اول شخص جمع از فعل داشتن. مربوط به زبان حال نیست؟ باشه. فقط بعداً گله ای از روزنامه ای ما نداشته باشن چون خبر برگزارشون حتما شاپ میشه. ایشون اهل گله نیستن. حتما ازتون شکایت میکنن. سلام. خدا رحم کنه، خیلی عصبانیه. 29 مرداد 1390 گفتگو با حاج آقا رضاییان مدیر کل اداره. مصاحبه کنسل. شوخیتون گرفته؟ از کار بیکارش کردن. داره وسایلشو جمع میکنه. قبلی 6 ماه مونده و رفت، این که فامیل بوده با کلی وعده وعید اومده بود 3 ماه داره میره. میگن فقط یه مصاحبه جنجالی و لاغیر. میخواد پته خیلی ها رو بریزه رو. هستی؟ شدم این روزای اول بدحالیتون. یادتون قدیما چقدر زود از همه چی دلگیر و عصبانی میشدم؟ الان فقط غمگین میشم. دیگه حوصله جنگیدن ندارم. سعی میکنم با آدمای دور و برم کنار بیام. گوش میدی؟ ببینید آقای محترم، طبق قانون شما میتونین یه جوابیه بدین با همون تعداد کلمه. ما تو همون صفحه با همون اندازه چاپ می‌کنیم. حالا زرافی می‌گیم راضی نمی‌شیم. نمی‌دونم چی میشه. دختر میریم دادگاه، ولی نمی‌دونین چه از لحاظ قانونی چی شده. مثلا آتیشی ان حسابی قاطی هستن. الو الو شلیدره هر چی آدم زبون نفهمه. به به، رسیدم بخیر. کجایی دختر؟ در به در آژانس بودم. آژانس برای چی؟ تصادف کردی؟ نه بابا، زیر تابلو پارک کردم و یه جره ثقیل کوفته. دفعه سومه نه؟ چهارم. خودت میری درش میاری یا؟ مصاحبه چی شد؟ پستش رو ازش گرفتم، به زمین و زمان بد و بیرا میگفت. اصلا فکر نکنم بشه چاپش کرد. ای بابا. آقای زینکا آماده است. ببر چاپخونه دیگه. اصلا بی خود منو از گروه اجتماعی برداشت، فرستادی گروه اقتصاد. خبر نداری چه خواب تازه‌ای برات دیدم. چه خوابی؟ میونت با هنر چطوره؟ اصلا میخوای از اول شروع کنم؟ از نمونه خونی؟ فکر خوبیه. تو رو میفرستم نمونه خونی، خودم هم میرم حروف چینی، خواهرت هم طلاق بدم بره خونه پدری، همه چی حله. خوبه؟ از نوید چه خبر؟ هیچ. خلوتگاه راز؟ یه عالم خوب نیست. پاشو یه دقیقه بیا اینجا. یه صندلی بذار اینجا بشین. نگاه کن. خب شانس آخرته. یه خوبه دیگه. این نمیفهمم. رضا صادقی حالش بد شده، رفته تو کما. خدا شفاش بده. نمیشناسی؟ چرا نمیشناسم؟ خواننده معروف پاپ که تو هم 1-2 سال پیش مردم برایش سر و دست میکردن. به به، باریکلا، چه آب تو زیر. که روزنامه نگارم ها. حالا فقط پاپ گوش نمیدن. میدونم تو از بچگی با آهنگای پیرمرد پسند حال میکردی. هر کی سلیقه‌ای داره دیگه. خیلی خوب، خیلی خوب. فعلا سلیقه‌تو میذاری کنار، میری بیمارستانی که رضا صادقی توش بستریه، گزارش درجه 1 میگیری. نسیم دوست دارم بتره کنی ها، بلکم این وامونده صحابی تکونی خورد. چی میگی؟ یعنی من نه تخصصشو دارم، نه علاقهشو دارم، نه حوصله‌شو دارم. نسیم جان، تخصص و علاقه رو بذار دم کوزه. واقعا تو من از سرویس اجتماعی فرستادی سرویس اقتصادی. دست خالی بیایی رضا صادقی اخراجی. میگه اخراجی؟ خب معلومه که نمیرم. نسیم جان، تو چند وقته که خونت عقب افتاده؟ میگم چند وقته کرای خونه تو ندادی؟ میخوای بی خونه بشی؟ آخه اشتباه میکنم، میگم بده به یکی دیگه از بچه اینجا برن. میگم تو میگم تو دوست داری سربار منو نگاه بشی؟ سربار پدر مادر پیرت بشی؟ گوش کن چی بهت میگم دیگه. بجم دیگه. وایساده اینجا انگشتشو میخوره. بگی برو. Thank you.
اینجا بیمارستان فارسی شنید خوشش سلام خانم، من نسیم دانش هستم، خبرنگارم. و اگه نذارین برم توی آی سی یو از رضا صادقی گزارش تهیه کنم، از زندگی ساقط میشم، نیست و نابود میشم، ناامید میشم. اون موقع بعد دارم یه ساختمون 7 8 10 طبقه پیدا کنم از مال خودم پرت کنم پایین، و چون شانس ندارم قطعا نمیمیرم. و بعد کنم این کشو صندلی چرخ رو بشم نوچ نوچ دلسوزی که ای وای دختر جوون بیچاره رو ببینم روی صندلی چرخ رو از اینجور حرفا. حالا به نظرت بعد چیکار کنم؟ باشه، بریم 5 دقیقه زود بیاین بیرون. ممنون. ببخشید آقای دکتر. حالتون چطور هست؟ شما همراهان آقای صادقی هستین؟ بله. احتمالاً یه حمله عصبی. آره. همینو میگه. فعلا جلوی خونریزی داخلی رو گرفتیم، اما برای تعیین میزان آسیبی که به مغزش رسیده، باید سی تی اسکن دیگه. اینجا صورتش میره پشت دست این آقای، نمیتونم بفهمم چی میگه. تو چند روز آینده باید امیدوار باشیم، اما مشکل باز رفت پشت این خانومه. احنسیم تو هم با این فیلم بردارید یا تو وول میخوری یا این دکتره. ببخشید مریم خانم، من که جاسوس حرفه‌ای نیستم. اینم دستگلیه که پدر جنابالیتون گذاشته تو دامن من. خب دیگه بذار ببینیم چی میگه. میتونید برین چند لحظه ببینیدش، البته از پشت شیشه لطفاً. پدر چشام در اومد. قربونه چشای نزدیک بین دخترم برم. تو نبودی ما از کجا میفهمیدیم که چی میگه؟ به این کار میگن لبخونی، از نوید یاد گرفتم. برکلا. ببینم این همراهای رضا صادقی رو هم میشناسی؟ این که خیلی معروفه، فرهاد پویان. چند ساله که بازیگر شده، ولی الان دیگه سوپر استاریه واسه خدا. شانس بده. یه ذره مو کاکل میبینی چیکار میکنه. ترانه فرخ بی اولین تهیه کننده کاراش بود. رضا آخر کنسرتاش همیشه ترانه رو به عنوان کسی که زحمت اصلی کشیده معرفی میکرد. یادم تو یکی از کنسرتاش ترانه رو طبق معمول معرفی کرد، اما ترانه تو سالن نبود. این کیه؟ معلم موسیقی من، امیر سهرابی، شاگرد رضوی سربستانی بوده. چی سربستانی؟ وای هیچکی بابا، اینم حتما مادرش. این آقا رو نمیشناسم. آها، مهم شناختن اینجور آدم هست، نه اونایی که عکسشون همیشه رو جلد روزنامه هست. ایشون اردلان نداییه، مدیر برنامه فعلی رضا تا پیش از انزوا و کما. یادش بخیر، کار خبرنگاری رو با هم شروع کردیم، ولی الان وضع اون کجا و وضع من کجا. خب اسم و نشونی همشون رو برای من بنویسین لطفا. از ماجرا خوشش اومده ها؟ آره خیلی. شوهر خواهرتون از اولش هم آدم باهوشی بود، ولی زرنگ نبود جز در یه مورد. من و صدرایی سر نگاه با هم رقیب بودیم، میدونستین؟ در ضمن شما خیلی شبیه جوونی های خواهرتون هستین. بله، البته خواهر من هنوزم جوونه. خب راستش در واقع بدون کمک افرادی مثل شما که از نزدیک با آقای صادقی آشنا بودن، گزارشمون اصلا واقعی عذاب در نمیاد. به به، چقدر خوب که نسل جدید اینقدر حساس به دروغ نگفتن و دروغ نشنیدن. به هر حال اتفاق مهمی افتاده، باید مردم در جریان قرار بگیرن. خودکشی که نبوده؟ شک نکنید. نه. اووردوز چی؟ سیگارم نمیکشه، چه برسه به این داستانا. رضا مغرورتر از این حرفاست.
پس این داستان انزوای یکی دو سالش و بیخبری و نخوندن و مفصله. خیلی باید برگردیم به قبل. جریان مشکی پوشیدنش چیه؟ راجع به این قضیه هم که خیلی زیاد صحبت شده. فکرم نمی کنم الان دیگه تکرارش لطفی داشته باشه. آقای ندایی، ولی من به شما گفتم برای اینکه یه گزارش کامل. من یادم شما چی گفتین؟ شما که میگفتین مردم باید در جریان باشن. مردم جای خودشونو دارن. رضا جای خودشو، منم جای خودمو. متوجه منظورتون نمیشم. رضا هنوز زنده است. اگه حالش خوب بشه و بیدار شه، دلخور بشه از اینکه من زندگیشو کردم تیتر اول روزنامه‌ها، شاید از کار بیکارم کنه. اگه بیدار نشه؟ اون ور دنیا این حرفا. اونم وقتی پای آرتیستای معروف در میونه حق و حقوق زیادی داره. اینجوری نیست که رقیب سابق عشقی آدم به آدم زنگ بزنه به هوای احوال پرسی، بعد یه نفر رو با یه ضبط فسقلی بفرسته سینجیم کنه و بی مزد و با منت برای خودش اسکناس چاپ کنه. وسایل قانونی این حق و حقوق کیه؟ بخش اصلیش که مال رضاست. و بخش فرعیش؟ تقسیم به نسبت. به نسبت زحمت، دوستی، دست اول بودن حرفا و البته بدهیای رضا به خود من. بدهیاش به شما؟ من فکر میکنم تو همینجا کافیه فعلا. آقای ندایی، چیزای خوب اونور دنیا زیاده. شما همش رو بلدین یا فقط اونایی رو که به نفعتونه یاد گرفتین؟ وقتی تو هم نسلات بزرگتر شدین و سرتون به سنگ خورد، میفهمین یه راه بیشتر نداریم برای زندگی کردن میونه این همه آهن و سیما. چه راهی؟ فروشنده و خریدار، سود و زیان، هزینه و فایده، یک کلام: مانی مانی مانی. بعید نیست رضا صادقی هم مثل نسل ما حالش از این همه آهن و سیمان و مانی مانی به هم خورده باشه. خانم دانش، به صدرایی بگو اگه بدون اجازه من چیزی چاپ بشه کلی خسارت بد بده ها. حواس شما هم جمع باشه چون بی نصیب نمیمونی. یعنی وایستادن بالای یه بلندی این همه آدم رو حق به جانب میکنه؟ آخه مگه کیه که فکر میکنه صاحب اختیارو هر چی دلش میخواد میگه و کسی کم جرات نمیکنه بهش جواب بده؟ گوش میکنی؟ نکنیم تنازی با ما، عبست خود می نازی جانا، که از این بلند پروازی دانم کاخش کار بازی جانم. تو مشام آینه دست من و دامان تو، به نما چاره بیچارگی ما و عهد و پیمان تو. شکر حاصلش این بار نیست، تو مده لال دگر. سه تا رفیق که دستشون از بونشون پاکتر بود قید همه چی رو زدن و اومدن تهران تا صاحب چیزایی بشن که خود تو شهر خودشون حسرتشو داشتن. فرهاد به قصد بازیگر شدن، من خود سنتی خوندن اینها، رضا هم که قبل از اومدنش معروف. نه خب چون من خودم یکی دو تا از آهنگاش من هم یکی دو تا از ترانه‌هاش خیلی معروف شده بود، اما کسی نمیدونست که خواننده‌اش کیه. بسن چه از تو بسن خب آبرو موسیقی مدرن امد بود. آره موسیقی مدرن. خب چی بچه یه تیکه از این نمایشنامه میرزاده عشق براتون بخون. هیجانی باشه. نه خوبه، اجازه بده. نشستم به بلندی و پیش چشمم باز، به هر کجا که کند چشم کار چشم انداز.
فتاده بر سر من فکرهای دور و درا. الهی بمیرم بران سرم که کنم سوی آسمان پرواز. پرواز آسمانو بل کن. سخت آسمانو بل کن. سخت جانم جدی ولی جدی چی یه تا موسیقی بخون. ای دل دگه گولو مزن مبشته گولت نخارا برگشته نینی نی سفر بزنه دو جای زده. خب بخون خواه نمال خواه بیتون و برون. ای دل دگه گولو مزن مبشته گولت نخارا برگشته نینی نی سفر بیتون و برون. الان خودم این فراد اینقدر تهرون تهرون میکردی بدم نیستا. هواش خوبه حداقل چی نداره اگر نه شاکرتی. ولی میخوام رو تو کم کنم امیر آقا. یک موسیقی اصیل میخونم آقا. این دفعه بعد دیگه دست به ساز نزن. اصیل اصیل خوش گوش کن. اگر دوست داشتی بدم بگو. گوش کن گوش کن. بهار دل کش نسید و دل دل بر دریم فکر ما نباشه. ایمان تو ها در این بهار ای سنم بلد نیستان روم از سالی نکرش که جنگ و کین با من از این نبانه باشه. در واقع این هم شعراش هم نوع خوندنش خیلی غریب بود. ایه که همین به راحتی بهش مجوز نمیدادن. خب اونم که از طریق ترانه فرخ بی انجام شد. بله. نظر دوستان اینه که کار شبه برانگیزه. خواننده جنوبی چرا فارسی خونده؟ منظور از این همه وصف عاشقانه چیه؟ عشق زمینیه؟ عشق آسمونیه؟ لحن خواننده سوزناکه ولی موسیقی 6-8 و از این قبیل. منظورت این از 6-8 همون ریتم 6-8 دیگه. یعنی در محافل خصوصی میشود باهاش حرکات موزون انجام داد. کار موجه با اشعار و ترانه های کهن ندارین؟ مثلا ساقی غم فردای حریفان چه خوری؟ پیش آر پیاله را که شب میگذرد. چطوره؟ از اینم کم درد سرتر جوون. شما تازه اول دارم. اینو یادتون باشه. احتیاط شرط عقله. حتی اگر دوستان تهیه کننده حرفه‌ای پیگیر باشن زودتر حل میشه. خیلی خب اما به زودی با یکی از این دوستان خدمت میرسیم. بله بله اینجوری خیلی بهتره. رابطه نیرسه رابطه که بریم. فقط یه سوال داشتم آخر هفته گریزی میزنیم به دبی. حالی و هولی و ماجرا. بعدش هم با یه پلی بک تر و تمیز میذاریم تو گوشی یه کلیپ درجه یک واسه اون ورا. فقط بجنب آقا رضا. بجنب که بد جور داری میفتی تو ظرف اصلا. عزیز 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 بریز 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 عزیز 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 از آن قطعه. خب خب تعاملات هنری و فلسفی بسته. وقت هندونه هست بفهم. خسیس 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 نداره. برنقش دو روزه شیرنی بهتر از این نمیده. سوال شما شیرنی مهمونه مه. دوتا شاگرد پیدام کردن. خوب پاشو بیا پاشو بیا الان همشو میخوره. بی خیال وصله نمیده. اوهو زود رفتی تو خو قنبرکت زدن. هنو کلی جاو که نرفت. منو ایک آدرس تو جیبمه. سباره درد خوشم نو. من هم میتونم شاگرد بگیرم این ور ور شهر آواره بشم. نه نقشه دو روزه به دردم میخوام. آرزم کتابیه کار برات هم. از چی کتابیه؟ از اون اخلاق گندت. رفیق من نمیخوای تا تکلیف مجوزت روشن بشه یه خورده پول در بیاری ها؟ چجوری؟ خب تو که اهل مدرسه بزن به کوب نیستی درسته؟ خب میمونه یه را. امروز توی رستورانی که فیلم مردی داشتیم یه پیانو دیدم.
پرسیدم نوازنده میخوان، گفتم بیاد یه چند روزی آزمایشی بزنه، اگه راضی بودیم باش قرارداد می‌بندیم شبی 20 تا. بهشون گفتی من بندریم؟ چرا رفتی؟ آخه رقص بندریم خوب بلدم اگه بخوام. اونجوری شبی چند؟ چرا مسخره می‌کنی؟ جدی میگم، منم وقتی دارم نیناشناش میزنم شما بیا اون وسط جوک بگو سر بقیه رو گرم کن، آقا امیرم بشینه خراباتی بخونه، خوبه؟ نه خوبه؟ منو بگو که دلم برات سوخت. گفتم تو این هیرو ویرو بی پولی دستت خالی نمونه به درک. سربار تو شدم مگه؟ خیال گنوخ بوده؟ وقتی میومدیم تو میخواستی بشی رضوی سروستانی، تو هم به کمتر از شکیبایی شدن راضی نمیشدی. الان دوره هم نشستیم شدیم سه تا آدم علاف. ول بکنی شما، کسی خود چیزی نگو. کل شقی هم حدی داره خود، واسه خودش میگم. به من شده اگه بیتو دخلیندی به چه دخالت کرده؟ بس. همسایه و شکایت هم این واشود در ماه کنه. ظاهرم یه مدت توی رستوران میزد و میخونده. اصلا چی شد که رفت اونجا؟ من یه به قد کافی گفتم. اما من کنوز کلی سوال دارم. سوال دیگه خب برید از مادرش بپرسیدم. نه خب من میرم، ولی خب شما دوست سمیش خب فقط یه سوال. یه سوال. چی شد که رابطتون به هم خورد؟ با یه دعوا؟ به همین راحتی؟ خب نمیشه گفت خانم محترم. پس چی شد؟ یه سوالای برید در این رفیقات ترونیش بپرسید که الان با استاز میزنم. نمیدونم چی بگم که باورت چجونمی توی این کابوس درد رویای مهربونمی میدونی با تو برم از شعر و ستاره لحظه حرمتی نداره در تو این خدا بوده که تونست نگنه عشقو بکنه شنیدی؟ اگه دوستت میاد نظرتو برام اسمس بفرست باشه؟ کاش منم میتونستم مثل تو روزه سکوت بگیرم. تو که از دنیا گذشتی واسه یک خنده من امروز که رفته بودم اون خونه قدیمی حسودیم شد بهش. هم چیزی نیست، من یک صدام مشکلاتشو داشتم و فنا میدادم خودم. تو چی؟ تو بودی چی کار میکردی؟ گوش میدی؟ وقتی پدرش رفت دریا و برنگشت طفلکم 5 سالش بود. گفتیم رفته سفر زود برمیگرده. اولاش هر رو پسین میبردم لوه دریا به هوای اومدن پدرش. بعد که فهمید خودی که با ما کاری نداشت خودش میرفت. تنهایی از این که نمیتونست راه بره چی؟ اذیت نمیشد؟ کل بریم بو کل بریم. آه خالم چیزی لازم تو نبیارم؟ خاله زحمتی نیگه خود چای بیایی دختر. ببخشید مادر، پرسیدم این مشکل
راه رفتنش راه نمیرفت؟ او یه جایی میرفت که موت و صد تا پای دیگه نمیرفت. به ما که مادرش بودم چیزی نمیگفت، چه برسه به بقیه. عدد 12 سالگی هم که دست به ساز شد، دست به جیبم شد. از کی یاد گرفت ساز بزنه؟ خودش. خب کسی نبود که یادش بده. فکر میکنید راسته که میگن خودکشی کرده؟ برای چی؟ برای کی؟ دوستش نداشتن؟ معروف نبود؟ معتاد بود؟ خو عزیز بود و عزت داشت؟ مادرشون پا به پاش رو رفتم و را رفتنم حرف زدنم شد صداش. بچه ما نمیشناسمش، مطمئنم که خودشه. مادر من واقعا نمیخواستم ناراحتتون کنم، گفتم فقط. خاله بیا یه اینه گوش کن، یعنی میشه یه کسی بخواد خودشو بکشه و شو آخری جوری بخونه؟ چقدر بد میشه وقتی که زمین هر آغاز شیرین میشه آخرش تلخه. تو دنیایی که هر روزش مثل دیروز میمونه، مصیبت میشه وقتی که زمین میچرخه با کجا میدونی اینو شب آخر خونده؟ کلبریم گفت وقتی سر صدای شکسته نمیزه شنید رفت بالا سرش، این بغل تختش افتاده بود. خانم محترم الان وقت ملاقات نیست، خبرنگار و غیر خبرنگار هم فرق نداره. ببخشید خانم فرخ‌پی. بفرمایید. سلام خانم فرخ‌پی، خوب هستین؟ من خبرنگارم، میشه یه قرار بذاریم برای نوشتن یه گزارش دقیق از اینکه رضا صادقی کی بود و چی شد به اینجا رسید؟ دو سال از دفعه آخری که دیدمش گذشته، هرچی هم ازش میدونم کهنه است و به درد نخور. خب اتفاقا سوالای من مربوط به همون وقت هست، ماجرای آشناییتون توی قطار، اولین آلبومش، آخرین باری که مثل همیشه صداتون کرده شما هم تو سالن نبودین. برای کاغذیه کردن کم نمیدونی، هرچند که دیگه خیلی دیره. چرا؟ چون دیگه نمیشه ازش پول در آورد؟ چی شده حالا یادش افتادی؟ موضوع کم آوردین؟ دیدین جنجال بی خطریه، میتونین سر مردم باش گرم کنین؟ کجا بودین وقتی ازش خبری نبود؟ کجا اون همه آدمایی که با دیدنش جیغ میکشیدن؟ چی شدن اون خریدارای بازار سیاه کنسرتاش؟ به خودشم گفتم تنها میمونی، گفتم تا میخونه همه براش میمیرن، ولی وقتی نخونه کسی براش ترم خورد نمیکنه، نه کسی برای خودش نگه داشت نه. خب اصلا چرا به حرفتون گوش نکرد؟ چرا خودش تو خونه‌اش زندونی کرد؟ چرا دوست داشتی که سراغی ازش نگرفتن؟ خانم فرخ‌پی شما جواب همه اینا رو میدونی. چی بگم؟ بله؟ ممنون از شما. ممنون خانم، خیلی خوش اومدید. آقای نگاری، متن قرارداد جدید کی براتون میارم؟ اینو تا دو سه روز دیگه به من برسون، چون حتما باید بخوننش. حتما. ممنون. سلام آقای نگاری. به به، نسیم خانم دانش. بیا بشین. چیه؟ بازش کن. خب شما تو کارتون آدم جدی هستین،
به آدم جدی هم باید کمک کرد. در واقع یه جور وصیت نه؟ رضا استاد هرمزان رو وصی خودش کرده که اگه اتفاقی براش افتاد کارای نیمه تمومش رو تموم کنه. نشونیش رو پاکته. فکر کنم مصاحبه خوبی ازش در بیاد. دفعه پیش شما تقریبا من از اینجا بیرون کردین، ولی امروز یه سند مهم دستم میدین تا بهم کمک کرده باشین. من شما که عوض نشدی. پس چی عوض شد؟ دفعه پیش شما عجول بودین. منم بی‌حوصله. پس شما عوض شدی. جالبه. خیلی جالبه. چی جالبه؟ چرا دارین منو استخدام میکنین؟ دفعه پیش شما عجول بودید، منم بی‌حوصله. پس شما عوض شدی. خودم که نه، اما شرایطم چرا عوض شد؟ ببین، من میخواستم بگم من از اون تاجرایی نیستم که خودمو درگیری کار بکنم و بعدش با شکایت و گله. منم اسم رسممو به سادگی به دست نیاوردم. الانم دنبال پول بیشتر نیستم. فقط فکر میکنم باید روش کارم عوض کنم، همین. به حال اگه شما هم نمیتونید تایید کنید دیگه هستن که. من اصلا منظورم این نبود. مسئله مهم تو حساب کتابای شما با مدیر برنامه قبلیتون بدهی شما به ایشون بابت این خونه. که میخوام زودتر پرداخت بشه و دیگه دینی به گردنم نباشه. خب چرا این خونه رو بهش پس نمیدی؟ خودت رو خلاص نمیکنی؟ تو فکرش هستم. ولی فعلا باشه. میفهمم. بسیار خوب. من یه پیشنویس از قرارداد با شما و فسخ قرارداد با خانم فرخ‌پی آماده میکنم و براش میفرستم. با یه چک تاریخ روز البته. فقط میمونه این که نگران نباش. خیلی زودتر از اینکه فکرشو بکنی بدهیمو پس میدم. نه اتفاقا اصلا نگران نیستم. به پولتون رسیدین؟ شما فقط به نیمه تاریک همه چیز نگاه میکنین. خوشبین باشین خانم. دنیا اونقدران بد و سیاه نیست. به این فکر کنید که اگه من نبودم یه استعداد جوان شاید تا آخر عمر ساکت میموند. دست کم به خاطر بدهیش به من کلی کار خوب ساخت و خوند. انتظار ندارین که تیتر مقاله معرفی ناجی افسانه ی رضا صادقی باشه. برعکس. حتی اگه دلتون خواست چند تا گوشه کنایه هم بهم بزنین. جای دوری نمیره. توی سایه بودن هم کیف بیشتری داره، هم منافع بی درد سرتر. راستی شما چند سالتونه؟ چه اهمیتی داره؟ هیچی. اصلا اهمیتی نداره، همینطوری پرسیدم. پس سراغ هرمزان بیاین دیگه. اول باید با آقای صدرایی چک کنم. اشکالی نداره. ولی خود شماره تو بهم داد که به زنگ بزنم. خود صدرایی. داری کلافه هم میکنی نوید. نیستی تا کمکم کنی. دارم میشم همون چیزی که نمیخواستم. این همه مرموز بودن آدم ها داره گیجم میکنه. تو این داستان یه جایی کار همه میلنگه. گوش میدی؟ امیدوارم زودتر خوب بشه و این وصیت بلا استفاده بمونه. برام عجیبه که رضا سر و سامون دادن و نظارت کاراشو به معروف‌ترین مخالفش سپرد. نگرانی همه آدمای معروف اینه که چه بلایی سر کارهای ناتمامشون میاد بعد از مردن. بازماندهای نزدیکم معمولا عجله دارن و کارا رو بی‌دقت منتشر میکنن. چرا باهاش مخالف بودین؟ پرکاری هم خوبه هم بد. خوبیاش مستقیم به جیب سرازیر میشه، اما بدیش اینه که هنرمند کم میاره کارا شبیه هم میشه. حرف من این بود. پس بهش هشدار دادین. جای تشکر از طرف یه آقایی که شبیه همین چیز بود جز مدیر برنامه متهم شدن به حسودی. خودش چیزی نگفت؟ هیچ وقت. اما یکی دوبار که جاهای عمومی دیدمش به جز احترام چیزی ازش ندیدم. قبل از اینکه بره تو کما اینو خونده. جالبه. میتونم یک کپی از این باشه بکنم؟ بله حتما. بعد نیست به جای پیگیری خبرهای معمولی بری به دنبال فهمیدن رازی نه.
دالا نشنده بودن شبیه هیچ کنم میخواه همه کارش هر روز اول دنبال کردم شبیه هیچ کدوم هم کاراش نیم خیلی خوب این یه سوال رو من قبلا از مادر رضا هم پرسیدم ولی جواب درست حسابی به من اینکه رضا اصلا چجوری این موسیقی نوازندگی یاد گرفت خیلی سوالی که به نظرم خیلی اصلا پرسجو نکن چون رضا دوست نداره خودش هم خیلی به هر حال موسیقی تو خونه به چای جنوبه مثلا شرق خانی ها نوحه ها اینا همه چیزهایی که تاثیر میذاره روی چی شعراشو چی شعراشو برادرم خواستیم گفت مگه میشه شعر عاشقانه مخاطب مشخصی نداشته باشه حتما حالا این سوال دیگه که جواب دادم خب شما کلی جوابید من خواهم زرمت بیشتر بده جزئیات شیم مثلا اینکه این اواخر شما باش در ارتباط بودید مشکل عاطفی خاصی مشکل عاطفی خب برای هر کسی ممکنه پیش بیاد اما که من دقیق بدونم یا بخوام جواب بدم در واقع میدونم اما ترجیح میدم که نگم چون برای اواخر اصلا باش ارتباطی نداشتم شاید درست نباشه که من بگم اصلا چرا رابطتون برم کن؟ من خود توشی رضا با ما حال نکرده رابطهش رو قطع کردم ای ببخش من یک سعی کردم این یه بار دیگه میشه پلی کنید بشنویم تو به چه جایی؟ حالت به هم خورد سر کلاس به من خبر دادن منم بره قند خونم زیرن یه سرم تمام بشه حالم خوب میشه قند خونت پایینن یا مصرفت بالا؟ تو اینجا چیه کرده؟ جواب ما آده مصرف چه؟ تو خود ببو رامزن امیر قیبت چه؟ اگه مصرف چه؟ مصرف کوفت زهر مار مرز ای هست قرار ما چه گفته؟ واسه تیز زدن؟ تو جیبه چه کن ها؟ ای تو جیبه چه کن کاکام؟ تو تو بایی به کجا برسی؟ قرار ما ای هست مرد حساب قرار ما ای هست تا وقت دستمو به چندر غاز رسید بشیم عمله ای طرب میخوام متحد نم خواه؟ اما اگه هم بچه‌م نبه خانم ربطیش نبه اون بچه‌ای که تو آموزش رو ازت آواز یاد گرفتن چه به اوش هم ربطی نین گوش کن امیر گوش کن کوکا اینجا مستقیم تبرن کلینه که ترک کرد نگران هزینه اوش هم نباش همش خودم حساب کنم تو فقط زود میخوام متاد نم اگه هم بچه‌م نبه تو ربطیش نه هیچ نیازی گوش کن چون که معله مدیر آموزشگاه خاص ازت شکایت بکن این دخنه باشت کی مجبورش کرده شکایت کنه ها یا کارتون رضا ها گوشا در رضا رضا گوشا در رضا جان مگه با تو نه مر حساب من عمله طربم یا تو تو هم یکی مثل مه عمله طرب هرکه زودی فهمید خودزنی کن او هم خودزنی کن بسته ها نوبت تو هم رسه دوباره آمد سخن که ای خسته از رنج دی ببین جشن گلهای من بکندن زنق دینه یه جای چه کلمه ای؟ نشنیده بودم تا حالا عمله ای طرف بزن واقعا آدم سختی ها سر همین ماجرا با رفیق چندین و چند سالش به هم زده و دیگه هم سراغش نرفته گوش میدی؟ کوهی سرد از مقابلم گذشت چیزی نبود اما چیزی ماند از پیش رد خونین ماهیان بی‌پروا که سر بر آستانش ننهادند خسته نباشین بچه ها خسته نباشین سلام علیکم چاپ دوم نگفتم کارمون میگیره بفرمایید نسیم خانم این دست به من نیست دستکاری شده از بس خشک و بی احساس بود خواننده رو پس میزد بگو اشک آهش کم بود البته بیشتر از اینم توقع نداشتم خیلی ممنون ببین نسیم دانش این روزنامه میتونه سکوی پرتاب ما بشه یه کمی کارمون بگیره و پول و پلهی به هم بزنیم حفظانه من یاد ندایی میندازه ندایی کدوم خریه؟ هر چی من میگم هی میگه ندایی یعنی خود من انقدر عقل ندارم بفهمم بعد 20 سال کار کردن جون کندن کجای دنیا وایسادم و دنبال چی باشم ادامه شو که تحویل میدی ادامه چیو؟ قصه رو قصه؟ قصه قصه کی؟ قصه چی؟ قصه خودم رو که نمیگم که
قصه رضا صادقی رو میگم دیگه. الو بفرمایید. خانم نسیم دانش؟ خودم هستم، شما؟ من شیدا عطاری هستم، از آشناهای دور آقای رضا صادقی. میخواستم ببینم آیا میتونم یه قراری با شما بذارم؟ خوشحال میشم. فراموشت میکردم اما باز دوباره دیدم تو غم آبوت بر شدم. چرا داشتم فراموشت میکردم اما تا صدات رسید به گوش من شکستم بی صدا. چرا داشتی میرفتی از خیال من، خزونی بود بهار من، دیدم تو رو از اونم جونگره اون قلب زرد و سوکتم دوباره با نگاه گرم و بینی آب و عاشقت زبون. حسرتم میان دازش یا راحتم کن آزه همیشه این دلو بکن زریشه از خیال سرد من برو یا باغ بوشوان بلا را نشون بده بهار تو وجود خسته ها. چرا دوباره اومدی صدا را جون دادی گل بهار زخم دل دوباره تازه شد چون نگاه خستم و دوباره تو خیال ستاره حسرتم میان دوباره دیدم تو غم آغوت بر شدم. چرا داشتم فراموشت میکردم اما تا صدات رسید به گوش من شکستم بی صدا. چرا مخلصم چطوری؟ خوبی؟ هستی خدمت برمادر کن سالم بش از نور و صدا که راضی بودیم والا فعلا که خوبه تا حالا تا بعد اگر مشکل خاصی بشتن. بله یه خانم آقا اصرار دارن تو رو قبل از کنسرت ببینن. کو؟ اونجا البته قیافه شون هم نمیخوره برای عکس و امضا اومده باشن. اصلا فرقی نکردی انگار نه انگار 10 سال گذشته. 11 سال پس من پیر شدم، حافظم خراب شد. خواهش میکنم، نه حرفه چیه، فقط من عذرخواهی میکنم یه نیم ساعت دیگه باید برم روی استیج. اگر کاری با من دارید من با کمال میل در خدمتتون هستم. بله من و همسرم فرامرز خان، درسته؟ بله درسته. چی داشتم میگفتم؟ من و همسرم اولین باری که کارتون اومد به بازار شیفته آهنگات شدیم.
خب فرمرز جانم خیلی دوست داشتن که با شما آشنا بشن. خب منم گفتم یه آشنایت دوری با هم داریم. البته اگه آقای صادقی منو یادشون من که خیلی پیر نشدم. پس هنوز یه چیزایی یادم هست. ببین رضا جون، زمینه کاری من خیلی وسیعه. یعنی من بیشتر خودم رو یه خدمتگزار میدونم. مثلا وقتی زعفرون مملکت به کمک من احتیاج داشت، خودم رو درگیر کود و گل و گیاه کردم. وقتی دیدم جوانای مردم سقف بالا سر میخوان، خودم رو درگیر خاک و سیمان کردم. یا حتی وقتی دیدم تیم محبوب مملکت سر از زمین خاکی خب الان رضا صادقی مملکت به چی احتیاج داره؟ حمایت، معروفیت و جهانی شدن. حمایت که فقط از خدا برمیاد و بس. جهانی شدنم که شوخیه. هم زبونم حرفمو بفهمن کلامو میدازم هوا. بعد کافی هم معروف شدم. ده نشدی اونی که باید میشدی رضا جون. 4 تا کنسرت داخلی و خارجی و 2 تا سی دی در سال کمه برای استعدادی مثل تو. من دارم به روزی فکر میکنم که اسم تو تبدیل به یه برند بشه. خب این که خیلی خوبه. ولی چطور؟ این بخش ماجرا تفصیل داره. جای مناسبش از من، وقت مناسبش با تو. قبول کن. ضرر نمیکنی. برای شروع پیشنهادم 500 میلیون در ساله، چه بخونی چه نخونی، که این رقم هر سال به نسبت تورم و قیمت زعفرون و خاک و سیمان دقیقاً به نسبت همه چی قابل تغییره. مدیر برنامه و تهیه کننده کارهای من ایشونن. به هر حال اگه قرار مذاکره نگران نباش رضا جان، من همین الان میتونم خسارت فسخ قرارداد و ضررهای احتمالی ایشونو پرداخت کنم. اصلا ببینیم آقای صادقی راضی هستن یا نه. بعید میدونم قراردادشون با شما بهتر از پیشنهاد من باشه خانم فرخ. فرخ پی هستم. بله درسته همون. باشه. بهش فکر میکنم. این فکر شما بود نه همسرتون. درسته؟ من اهل حساب کتاب نیستم. ولی اهل جبران خطا بودی. خطا؟ دوازده سال پیش ما بندر عباس زندگی میکردیم به خاطر ماموریت اداری پدرم. اونجا بود که با رضا آشنا شدم. عصرهای روزای تعطیل با دوستاش میمدم فرهنگ سر و موزیک میزدم. اونقدر صداشو دوست داشتم که برای دیدن مجددش لحظه شماری میکردم. عشق عاشقی و از این حرفا. هرچی بود باعث آشنایی من و رضا شد. رضا هم که اهل قایم موشک و این حرفا نبود. بعد چند وقت با مادرش اومد با خانواده من صحبت کرد. چند سالتون بود؟ 17-18 سال. خیلی کم سن بودین که. پدر مادرم هم اصرار منو که دیدن همون کاریو کردن که معمولا همه پدر مادر رو با اولین خواستگار غریبه میکنن. اول مخالفت، بعدش هم برگشتیم تهران. آخرش هم ازدواج با مردی که مخالفت باش خیلی با عقل جور در نمیومد. پس شما در واقع یه جورایی میخواستین با پیشنهادتون به رضا تلافی بیوفاییتون رو کرده باشین. نمیدونم. یه شب یادم مامانم نشست رک و پوسکنده در مورد رضا با هم حرف زد. از بیایندگیش، بی پولیش، اون وضعش. ترسیدم. خیلی ترسیدم. دیگه از اون به بعد تلفوناشو یکی در میون جواب میدادم. تا آخرش تصمیممو گرفتم. یه بار که زنگ زد گفتم دارم با فرامرز میرم بیرون. پس رضا یه جورایی حق داشت که آره قبول دارم. دلشو شکوندم. هیچی نگفت. اصلا نپرسید فرامرز کیه. دفعه آخری که دیدینش با دقت بخون امضاش کن. باشه سر حوصله. عجله که نداریم. داریم. ببین رضا جون، به نظر من الان در تجارت حرف اول هنر میزن. هنرمند که باشی یعنی صاحب اختیار عقل و پول مردمی. هرچی از زبون تو بیرون بیاد، هر کاری که بکنی برای مردم حجت. درسته میگم؟ والا چی بگم؟ قبول کن همینه. اما کارهای خودمون. آخرین مدل ویلچر اتوماتیک. بی درد سر، شیک، راحت. خلاصه کنم، این صندلی یه معجزه است. آمار میگه دست کم 1 میلیون نفر در ایران به دلایل مختلف به ویلچر احتیاج دارن. 1/3 این تعداد یعنی سودی معادل فرامرز جان، اینایی که داری میگی چه ربطی به حرفای ما داره؟ اتفاقا خیلی هم با ربط عزیز من. عکس و فیلم رضا روی یکی از اینا یعنی کلی سود برای وارد کننده، فروشنده و خودش. فرامرز خان، من اهل نشستن روی ویلچر نیستم.
بله فرامرز جان، من که بهت گفته بودم من تا حالا ایشونو روی این صندلیا ندیده بودم. تا حالا؟ عزیز من، این حرفا چیه شما ها میزنین؟ من که نگفتم تا ابدالآباد رو ویلچر بشینه، من فقط گفتم فرامرز جان بهتر نیست از تخصص اصلشون دور نشیم. راستی نگفتی رضا جان اسم آلبوم جدیده چی بود؟ بی خداحافظی. چی؟ داری شوخی میکنی؟ نه جدی میگم. اصلا حرفش هم نزن. بی خداحافظی هم خود شد اسم؟ طبق قرارداد انتخاب اسم با من وقتی امضا شد اختیارش با شماست، نه الان. خب اگه جز این بود که دلیلی نداشت اینجا باشی. اه کجا؟ آره اتفاقا قراره چند تا از دوستان امشب بیان اینجا، بهشون گفتم تو هم هستی، قراره دوره هم شامی بزنیم و سازی بزنی و فهمیدی با من آشناست. خواستگار سابق. پاداش راستگویی من اینه. متلک. من متلک نگفتم، فقط یادآوری کردم. تو آوردیش اینجا که جلوی من تحقیرش کنی. اگه این قرار داده امضا کرده بود الان شریک بودیم با هم. میدونستی قبول نمی کنه. بهت گفته بودم چجور آدمیه. میدونی چیه فرامرز؟ آدم اگه چیزی کم نداشته باشه این بازی ها رو راه نمیندازه. من چی کم دارم ها؟ ما چی کم داریم؟ به کی محتاجیم؟ اما همین رضای صادقی اگه احتیاج نداشت نمیومد. رضا به خاطر احتیاج نبود که اومد اینجا. بابا این آقا رضا صادقی بود؟ آقای پویان بفرمایید گیری با پاک کنید. مرسی تموم شد. تلفنی گفتم که لطفاً نیم ساعت بیشتر طول نکشه. آخه من فقط 2 ساعت طول کشید برسم اینجا. منم خیلی ساده طول کشت رستم اینجا. برای رضا چقدر طول کشیده؟ به نظر خودش که یه عمر. اصلا چی شد قبول کرد توی رستوران بخونه؟ تنها چاره بی پولی بود، ولی شرط رضا این بود که به قول خودش برای کشیدن عذاب مشترک من و امیر هر وقت میتونیم همراهش بشیم. زندگی ما زیر این سقف با تو اندازه میگیرم، گم میشم تو معنی تو، معنی بازه سک سک مکایی رضا من حالا محسن خوب میدم. خسته نباشی، خیلی عالی بود. متشکرم. ممنون. میتونم اسمتون رو بپرسم؟ فرهاد فریا هست. شما رو نگفتم، با ایشون بودم. با منی؟ بله. اسم من رضا صادقیه. من ترانه فرخ‌پی هستم، میتونم باهاتون خصوصی حرف بزنم؟ آقایون دوستای منن، با هم دیگه هم عمومی خصوصی نداریم. میخواستم بدونم شما فقط نوازنده مجالس و رستورانید یا آقای صادقی جنوبی هم. هم تخصص آواز محلی دارن هم پا. حالا زیاد مهم نیست چی هستیم، امرتون رو بفرمایید. من تعریف شما رو از یکی از دوستام شنیدم، اومدم هم صداتون رو بشنوم هم اگه از خودتون کاری دارین. البته اگه میشه خدا رو چه دیدی، شاید با تو باشم، شاید با نگاهت از این غم رها شم.
خدا رو چه دیدی. شاید غصه رد شد دلم راه و رسم این عشق و بلد شد. هنوز بیقرارم به یاد نگاهت، نشستم تو بارو بازم چشم راهت. هنوز بیقرارم به یاد نگاهت، نشستم تو بارون بازم چشم راهت. همین چی بگم؟ تو ترسی نداری از عشق و جدایی، میخوای پر بگیری به سمت رهایی. برای تو موندن دلیلی نداره، برات حرف رفتن شده راه چاره. خدا رو چه دیدی؟ تو شاید بمونی، شاید قصه هامو تو چشمام بخونی. خدا رو چه دیدی؟ شاید دل سپردی، شاید عشقمونو تو از یاد نبردی. خدا رو چه دیدی؟ خدا رو چه دیدی؟ کار خودتون بود دیگه، نه؟ آخه این روزا رسم شده موسیقی از این ورانور میدوزن و به اسم خودشون میفروشن. نه خانم، من احتیاجی به اینجور کارا ندارم. این کارت منه، فردا 10 صبح منتظرتونم. برای چی؟ برای بستن قرار داد. نمیفهمم، چه قرار داد؟ شما میاین آهنگایی که من بهتون میگم و میزنین، برای هر اجرایی هم 500 تومن میدم. کافیه دیگه، نه؟ باشام یا بیشام؟ نه، ما شام گرفتیم. بسیار خوب، باشام. دست شما درد نکنه. نه نه چه؟ آره نه. چرا؟ مشکل دستمازه یا؟ نه اوکی، خوبم بگه شو خیلی خوبه، فقط ابخشی و پیش پرداختتون نقدن دیگه. نه مطمئن باشین، همین الان هم میتونم نصف اولین قراردادمونو بهتون پرداخت کنم. انصافاً خدا سرشو. من نمیخوام شما رو مجلس عقد و عروسی یا یه رستوران دیگه ببرم. من یه شرکت فرهنگی هنری دارم که اگه تا 1 ماه دیگه یه آلبوم بیرون نده مجوزش باطل میشه. من تا مطمئن نباشم کارام قراره کجا و چه جوری پخش بشه هیچ قراردادی رو امضا نمیکنم. به هر حال همه چی قابل مذاکره است. مواظب اون کارت هم باشین، فکر کنم به دردتون بخوره. کهرم این شو دیگه چه رو دارن؟ نه خوب شد تاخچه بالا گذاشتی. اه ای پک و پولا که تو تهران رختن، کسی نی جمعی بکن. بابا تا بریم قضا سر. من چند تا شرط دارم. شرط؟ زاین رزا زاین زاین شما هم با منی یا بایشون؟ نه خب اوکی. البته شما فعلا یه خواننده گمنامید. گمنام؟ ایشون به قدر کافی داره کاراش دست به دست میچرخه. بیست اسمش خود زیاد سخت نین رضا صادقی، همین تو بگی یاد میگیرن. خب نظارت نهایی قبل از پخش به عهده خودم، شیوه ضبطم فقط با سازهای واقعی. شعر سفارشی، کنسرت سفارشی، خصوصا متن سفارشی مطلقا نه. حق انتشار مال شما، امتیاز کارم مال من. تا کار بعدم خدا بود. صبر کن صبر کن. شما تهیه کننده میخوای یا مدیر برنامه؟ کار هنری سر جاش، قرارمدار و حساب کتاب و دو تا چهار تا هم سر جاش. باید به حرفاتون فکر کنم. یه حرف دیگه هم مونده. این بچه‌ها. منظورت این آقایونه؟ امیر موسیقی ایرانی رو خیلی خیلی خوب میدونه، اما چون آشنا نداره بیکاره. ایشون چی؟ من درس بازیگری خوندم، منتهی الان یه چند جایی رفتم و اینا که دارم تست میدم. بیکاری برای... چون آشنا نداری؟ تقریبا. این شماره ای کسایی که من میشناسم، بگید از آشناهای من هستی. بقیهش هم دیگه به عهده استعداد خودتون. البته خب دیگه کم کم مشهور شدیم، پولدار شدیم،
خونه خریدیم، آشنا مدل بالا، سفرهای خارج از کشور، همینا. دیگه وقت دیدن برای هم دیگه نداشتیم. هم دیگر هم که میدیدیم حرفی واسه گفتن نداشتیم. میدید آقای پویان، برای من این عجیبه که چرا جوانی با سن و موقعیت رضاوت دچار وضعی بشه که معمولا آدم های 70-80 ساله دچارش میشن. احتمالا یاد نگرفت که مثل ما نبینه، نشنوه، خودشو به اون را بزنه. ببخشید مثل که من باید برم سر کار. این فیلم منو حتما ببینی. نقش یه آدمی رو بازی میکنم که خیلی سعی میکنه سرنوشتش رو عوض کنه ولی نمیتونه. یه واگن درب و داغون، تنهایی، یه اسلحه و فشنگ آخر. مرسی از اینکه وقتتون رو به من دادین. مثلا به جایی رسیدی که آدم های موفق شروع میکنن به دعوا کردن و اصلا جدا شدن. جایی که نمیشه فهمید حق با کی بوده با کی نبود. ای بابا نخوردی که دارم برات سالاد میارم؟ سالاد رو بعدش میخورم. من که فکر نمیکنم رضا صادقی مقصر باشه. چه حسابی اینو میگی؟ از ترانه هاش دلیل بی ربطیه. اصلا هم بی ربط نیست. مگه میشه آدم چیزی رو واسه مردم بخونه و خودشون جوری نباشه؟ بکنی. چرا میشه؟ خوبم میشه. تو همینه بابا موقعیه که داره اون نوشابه هم نمیخوری. آره؟ آره. من نوشابه دوست ندارم. نمیشه مردم. شاید هم رضا زودتر معروف شد و دیگه برش افت داشته با آدم های کمی جیک و پوک زندگیشو میدونستم بپره. نسیم خانم، آدمی که اهل این حرف باشه نمیره برای مرکز کودکان بی سرپرست ساز بزنه. اونم بی سر شده و شاید هم یواشکی. تو از کجا میدین زیر زیرکی؟ یکی از مدیرهای اونجایی کامنت واسه تشکر گذاشته. راست میگی. من فقط میخواستم بدونم داستان کنسرت رضا صادقی چی بود و برای چی اومده اینجا. دو سه هفته بود که ازش بیخبر بودیم. بودیم؟ قبلش فقط با من و فرهاد تماس داشت. با فرهاد کمتر، با من به خاطر کارام بیشتر. از امیرم که بریده بود. یه احساس خوبی مثل خواب ناز، مثل یک نوازش تو اوج نماز، یه حرف عجیبی واسه پر زدن. یه شوق عجیبی واسه پر زدن تو دستای یک عشق پر زدن. مثل پیر شدن، مثل خیز شدن، مثل خیز شدن. ببخشید، عادت دارم تنها کار کنم. نمیخواستم مزاحم بشم، ولی چرا وقتی میتونم از همون اول نظرمو بگم باید صبر کنم تا تکمیل شدن کار؟ تی جای قرارداد اون هم چیز نوشته نشده. چی حرف از قرارداد زد رضا؟ خودم دلم میخواد اگه کاری از دستم برمیاد انجام بدم. شدم که پر بود از شاعرها و خواننده ها و نوازنده های معروف. درسی هم که خوندم بی ربط با شغلم نیست. برام خیلی مهمه که اسمم پای چه کاری نوشته میشه.
منم تو دوره بزرگ شدم که ساز زدن و ساز داشتن، ترانه گفتن و ترانه خوندن توش کفر بود. معلم و کلاسی هم نبود به جز صدای طبیعت، صدای آب و باد و بارون و صدای پرنده‌های خدا. میدونم ریسک کردی، ولی مطمئن باش نمیذارم پولت هدر بره. من نگران پولم نیستم. معذرت میخوام، فکر نمی‌کردم کار به این جربس بیهوده بکشه. اقلا میتونم بپرسم چی میخوندی؟ چیز مهمی نیست، داشتم یک کار رو اتود میزدم. خب بخونش. خواهش میکنم. یه احساس خوبی مثل خواب ناز، مثل یک نوازش تو اوج نماز، یه شوق عجیبی واسه پر زدن تو دستای یک عشق، پر زدن، پر زدن. احساس خوبی مثل خواب ناز، مثل یک نوازش تو اوج نماز، یه شوق عجیبی واسه پر زدن تو دستای یک عشق، پر زدن. مثل خیس شدن زیر بارون شب، مثل نقش لبخند رو مینای لب، یه حرفی مثل آیه ربنا، قبول تمنای از آشنا. خدا با منه تا تو با من عجینی، کی میگه بده عشق پاک زمینی. خدا با منه تا تو با من عجینی، کی میگه بده عشق پاک زمینی. شهر دنیایی یا خدا با من و تو، تو یک قایقی خدا با منه تا تو با من عجینی، کی میگه بده عشق پاک زمینی. خدا با منه تا تو با من عجینی، کی میگه بده
عشق پاک زمینی. خدا با منه تا تو با من عجینی، کی میگه بده عشق پاک زمینی. خدا با منه تا تو با من عجینی، کی میگه بده عشق پاک زمینی. کم کاراش حسابی سر و صدا کرد، کنسرت پشت کنسرت، انقدر وقتمون پر بود که دیگه حرفی جز کار بینمون رد و بدل نمیشد. تا یک سال بعد اتفاقی افتاد که اصلا هیچ کدوممون منتظرش نبودیم. ترانه نگوش کن. بگو تا کی زنده بودن محزاب و نون گندو، بگو تا کی تنها یک حادثه اونم حرف مردم، بگو تا کی زنده بود نه، بگو تا کی شاخه شاخه پر زدن با بال بسته، تو قفس موندن یک سال که اونم دلش شکسته، بگو تا کی، بگو تا که، بگو تا که، بگو تا که. چطور بود؟ کی وقت استودیو بگیرم برای ضبط؟ معمولا اول نظرتو میگفتی. اوضاع فروشمون اصلا خوب نیست. کپی اینترنت داره شرکت‌های خصوصی نابود میکنه. گرفتاری کنسرت دادنم که خودت بهتر میدونی. گرفتاری کنسرت که تو بهتر برادی حل کنی. من هم یه مدت احتیاج به استراحت دارم. حالا اصلا خوش نیست. خوبه. اینجوری هم من ورشکست میشم، هم تو از بقیه رقیبات عقب. هم از همکارات عقب میمونی نه؟ اگه نگاه من مثل بقیه همکارام به تو بود، الان به جای این توضیح دادن رو به دستور بس. نگاهت به من چیه؟ بس کن. تو خسته ای، منم اصلا خسته. پرسیدم نگاهت به من چیه؟ مثل شراد راحت حرفتو بزن تا منم راحت حرفمو بزنم و جواب تو بدم. حرف من با شهرام هیچ فرقی نداره. فرق داره، میفهمی؟ فرق داره. زندگی واقعی با خیالات جلو نمیره رضا. از دیگرانم انتظار نداشته باش که مثل تو فکر کنن. تنها میمونی رضا. عاشقای سینه چاکت فردا هلهله‌هاشون تو رو از یاد میبرن. اونا نمیان که مثل تو زندگی کنن، میان که دنیای واقعی رو فراموش کنن. اما من تازه دارم میفهمم این دنیای واقعی که تو داری سنگشو به سینه میزنی دست تو این دنیای واقعی باید بدوی تا از زندگی عقب نمونی. من همیشه دویدم. زمین خوردم، زخمی شدم، بلند شدم، ایستادم تا به اینجا رسیدم. هیچ وقتم کوتاه نیومدم، حالاشم نمیشه. باشه، فقط امیدوارم بعدم پشیمون نشی. جوابت همینه؟ من سوالی نشنیدم. میدونستم داره چی میگه. ولی هر کی جای من بود جوابی برای دردای رضا نداشت. اون موقع درست یا غلط تمام فکر و ذکر من شده بود کنسرت، سی دی، مصاحبه، درآمد بیشتر. میخواستم تا میتونیم تا سلیقه جوونا عوض نشه دو تا خیلی چیزای جدیدی نیومده توی مسابقه برنده باشیم. تو اونم آدم اینجور مسابقه ها نبود. باید زودتر میفهمیدم. راست میگفت شبیه شعراشه. بعد از اون شب یه مدتی جواب تلفنامو نداد. یهویی هم غیبش زد. قرار یه کنسرت از خیلی وقت پیش گذاشته بودیم. خیلی نگرانش شدم. تا اینکه فرهاد زنگ زد و گفت پیداش کرده. با هم اومدیم اینجا. وقتی دستام توی دستات میشینه حرفت به قلبم میگیره، وقتی نباشی همه چی بیرنگ و مناس، وقتی خیرم به چشمات واسه من مثل یه گنجه، بودنت پایان رنجه، میمیرم از من اگه روزی عزیز دلت برنجه. اصلا دستمون چرا نمیشنم بچه؟ تو آغوش من و من توی آغوش خدا، بی تو نه ستاره و نه قصه و شعر و صدا، دست تو تو دستمه انگاری دنیا با منه، آسمون و دریا و لحظه رویا با منه. مگه میشه بی تو بود؟ مگه میشه بی تو نوشت؟ توی
جایی که هم سفره جاده سخت سرنوشت، میمونیم تا آخرش با همو از هم میخونی، فاصله دریا هم باشه ما عاشق میمونی. انگار نه انگار دو شب دیگه برنامه داری. یادم بود. احتیاجی نبود برای کار مجانی خودتو قایم کنی. اینجا پول میگیرم. میدونم. پول نوازنده ها تو بهشون میدی، بقیه رو واریز میکنی به حساب خودشون. من با پولم هر کاری دوست داشته باشم میکنم. رضا، اگه اختلافی هست بهتره که دوستانه حل بشه. با قهر کردن و گم و گور شدن و دعوا که نمیشه. گوش کن فرات. من نه دعوا دارم نه گم شدم. پس هفته بی خبری یعنی چی؟ یعنی شرایط جدید. قبوله. عجله نکن. شاید به نفعت نباشه. مهم نیست. خب بگو دیگه. من بابت کنسرت بعدی هیچ پولی نمیگیرم. به جای پولایی که بهم دادی. بدهیات خیلی بیشتر از دستمزد این کنسرته. یه فرصت دو ماهه میخوام برای پس دادن همه بده. زده به سرت؟ نه، ولی فکر میکنم اینجوری بهتره. بگه قبول نکنم. مسئله نیست. سهمم از خونه میفروشم. رضا کلی ضرر میکنه. ضررش برام اهمیتی نداره. این حرفا هم دیگه فایده ای نداره. حرفم هم همونیه که گفتم. آقای صادقی، بچه‌ها میخوان با شما عکس بگیرن، میشه؟ بله خانم، چرا نمیشه؟ الان میام. با دوستاتون بیاین. خیلی ممنون. شما دوتا چقدر به هم میایین؟ تو آدم نمیشی؟ جدیه گفتم. هر بار با هم تو اومدی به همین فکرم که تو هیچ وقت آدم نمیشی. نپرس اهل کجا بود و تو بغض هنجرش کی؟ پولتو پس داد؟ به قیمت خود زنی. یه پول داره تازه به دوران رسیده به اسم ندایی پیدا شد و یه قرارداد 3 ساله باش بست. خب بعد دیگه ندیدمش. نخواست. هوای کثافت هم پدر همه رو در آورده. ببین میدونم خیلی از حرفایی که زدی خصوصی بود. مطمئن باش قبل از اینکه چاپش کنم حتما میدم بخونی. تایی نه مهم نیست. من یه هفته از اومدم ایران و 2-3 روز دیگه هم باید برگرد. با فرهاد. با فرهاد. لای پسینی که من از بندر به بند آیا. من سر زوق اومدم که وقت رو تلف نکرد. راستی بالاخره فهمیدی راضی آهنگ چیه؟ شاید هم بطفش به همه باشه. به اینکه نفهمیم کی آمد کی شد. کامپیوتر منو چک میکنی؟ به به، گل سرسبد روزنامه ترکوندی ها. بشته میزه من چی کار میکنی؟ هیچی، گفتم شخصا بیام اینجا یه پیام تبریک و تشکر بندازم رو دسکتاپت، بلکم بتونم اینجوری غافل گیرت. بابت تنها روزنامه‌ای که تونسته یه گزارش دقیق و البته جنجالی و برای اولین بار از رضا بره ماییم. نگاه کن. قبلا دیدم، پر از دروغ آهناله. دروغ آهنالش رو ول کن، دند شیرین کن. این دیگه برای چیه؟ درخواستی مجوز دادم برای هفته نامه. هفته نامه با این عضو افتضاح روزنامه؟ آخه چطوری؟ اعتبار از ما پول از دیگر. هر وقت روشن و شفاف گفتی قراره برای که کار کنم خبرم. بیا اینجا. نسیم جان بیا اینجا. همه رو میشناسی. آقای ندایی رو که قبلا دیدی
ایشون هم آقای عطاری هستن از دوستان نزدیک رضا صادقی که میخوان در زمینه امور فرهنگی فعال بشن. روزنامه ما هم انتخاب کردن برای برگشتن به این حال و هوا. چه لذتی داره نسیم خانم، بوی کاغذ، بوی چاپخونه. اعتراف میکنم دیدن شما منو برد به دوره جوانی. اینا اینجا چیکار میکنه؟ خب اگه ما نبودیم که کسی با شما حرف نمیزد. یعنی از اول پیشنهاد ما بود. آقای صدرایی هم به قدر کافی درایت داشت و قبول کرد. پروژه رضا شروع همکاریمونه. پروژه رضا؟ نسیم بمون. نسیم با آیندت لج نکن. ببین عاقبت من چیه؟ عاقبت رضا صادقی چیه؟ از شهر آدمایی مثل اونا رفت تو کما. نویدم لال شده از بس داد زده کسی به دادش نرسه. بی پول، بی حمایت، بی ارتباط نابودیم نسیم. چاره ای نیست، اینو بفهم. میفهمم چی میگی، ولی من تا بتونم به این بیچارگی تن نمیدم. یعنی هیچ راهی نیست که هم زندگی کنی هم تن برگندی ندی. هیچ راهی نیست که هم زندگی کنی هم به هر کس و نارکسی باش ندی. هیچ راهی نیست جز با مست تو رضا. من اومد یه راه دیگر نفید. حتما یه راه دیگر. حتما یه راه دیگر. هست. هست نفید. آره هست. هست. اگه نیست برای چی زنده ایم؟ ها؟ گوش میدی؟ با تو هم گوش میدی؟ آره گوش میدم، دارم گوش میدم. میشنوی رضا؟ صدای بچه هایی که بهش خطا اومدن اینجا میشنوی؟ بلندشو خودت براشون بخون. بلندشو باشو براشون آواز بخون. رضا، رضا. خوب کاریت که آندی. خیلی دلو به تنگ بودم.
دلتنگ نخوندن ترانه ای از سرم که تو برام تخون یادتن چه هسته بری به چی آدم ندار به چی آدم دوباره بخور لالا کنم تا تو بمانی در من تا با قرآن بخانی لالا کنم لالای به جانه الهی دور بگردن دشمنانه دار